سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با قاتل شهید کربلا بود. یه مقداری از مطالبی رو که در تاریخ آمده بود راجع به این شخص پلید یعنی یزید در جلسات گذشته بیان کردیم. باز یکی از چیزهایی که راجع به این شخص آمده در تاریخ این است که اظهار فسق و فجور و بی‌بندوباری می‌کرد و در مقدس‌ترین مراکز و شهرهای اسلامی باعث شد، یعنی این کار یزید، این اظهار فسق و فجور و بی‌بندوباری موجب شد که یکی از آثارش این بود که در مقدس‌ترین مراکز و شهرهای اسلامی مردم به غنا و موسیقی و نوشیدن شراب تظاهر می‌کردن. وقتی که می‌دیدن خلیفه‌شون تظاهر می‌کنه به گناه، با کمال بی‌حیایی و بی‌شرمی مرتکب این کبائر میشه، اونها هم یاد می‌گرفتن، مردم هم یاد می‌گرفتن، متابعت می‌کردن و علناً آلات لهو استعمال می‌نمودن. باز در این رابطه مسعودی که مورخ مشهور اسلامی است درباره یزید می‌نویسد: او مرد عیاشی بود و دارای حیوانات شکاری و سگها و بوزینه‌ها و یوزه ها بود و همواره شراب می نوشید و در اثر تظاهر او به گناه در بین مردم و عمال و کارمندان حکومت در عصر وی فسق و فجور شایع گردید. حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین، یا حسین، یا حسین روحی فداک، یا حسین، یا حسین، یا حسین روحی. وقتی می دیدن حاکم اونها، خلیفه اونها که به عنوان خلیفه اسلامی هم هست، به راحتی مرتکب این کبائر میشه، اونها هم یاد می گرفتن و اونها هم مرتکب می شدن. لذا فسق و فجور شایع گردید و در مکه و مدینه که دو شهر مذهبی و مقدس بودن، غنا و استعمال آلات لهو و نوشیدن شراب علناً انجام می گردید. علناً در این دو شهر مقدس، خانه خدا مسجد الحرام مکه که مکان بسیار مقدسی است، مدینه منوره، مسجد النبی محل قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این دو شهر مذهبی هم در این دو جا هم غنا و استعمال آلات لهو و شراب علناً انجام می شود. بعد
در ادامه است که در کشوری که زمامدار آن و آن کس که ادعای جانشینی از پیامبر اسلام رو دارد آن گونه به گناه متظاهر باشد و علنا سگبازی کند، مشروب بنوشد، مجالس غنا و موسیقی ترتیب دهد. جای شگفت نیست که این گونه انحرافات در طبقات پایین اجتماع هم سرایت کند. قطعا اگر حاکمی کارهای خطایی رو انجام بده دیگران از او یاد میگیرن و از او متابعت میکنن و حتی در مکه و مدینه که عرض شد پایگاه قدس اسلامی بود مردم آشکارا مشروب بنوشن و خوانندگی و غنا انجام دهن. هست اون شعری که در ادبیات فارسیش اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ. ادامه مطالب انشاءالله در برنامه‌های بعدی. خدایار و نگهدار شما باد.